بچه ها سلام، خوش اومدید به این ویدیو دیگه با من. دیدید بچه ها چقدر خوب زبان یاد میگیرن؟ خیلی برام عجیبه، بچه ها 3 تا زبان 4 تا زبان رو خیلی راحت و بچگی هم یاد میگیرن هم یادشون نمیره و خیلی خوب توی یادگیری زبان هستن. حالا توی این ویدیو میخوام بگم چه چیزایی میتونیم از بچه ها یاد بگیریم و چه خصوصیتی بچه ها دارن که زبان رو اینقدر خوب یاد میگیرن. خب ببین، یه سری از مسائل حالا فیزیولوژی و نمیدونم مغزی و شناختی و اینجور چیزاش بکنار، اما یه سری مسائل دیگه هم هست که خیلی خوبه که ما ازشون یاد بگیریم. ببین، من خودم وقتی که شروع کردم یادگیری زبان بچه نبودم، اما اونش 11 سالم بود. بعد ببین، وقتی که رفتم کلاس زبان، اولین کلاس، واقعا هیچی نمیفهمیدم، به خاطر اینکه من مهد کودک 2 زبانی اون چیزا موقع که نداشتیم، گفتم باشه برو مهد کودک بابا. تازه بعضیا مثلا مهد کودک میرفتن، و اینا زمان من اینجوری نبود که همه مهد کودک برن. بعد توی مدرسه هم که خب نخونده بودیم، تا دوم راهنمایی میخونیم، ولی من آخر پنجم دبستان رفتم، تابستون پنجم دبستان رفتم کلاس زبان ایران آمریکا و دوره بزرگسال، حتی دوره کوچیکسالم نبود، دوره بزرگسال رفتم، از بیسیک شروع کردم. ببین، یهو معلم شروع کرد از همون اول به انگلیسی صحبت کردن، اصلا فارسی صحبت نمی‌کرد، حتی یک کلام، یعنی ما اصلا یادمون نمیاد که معلم رو دیده باشیم فارسی صحبت بکنه. ببین، من اصلا شوک بودم، هیچی نمیفهمیدم چی داره میگه. همینجور جلسه اول اومد و جلسه دوم، و بعد معلم مثلا به من نگاه میکرد، اسمم صدا نمیزد، و مثلا به من نگاه میکرد و من اصلا نمیفهمیدم که داره به من میگه you یعنی تو بگو، تو تکرار کن، تو بگو. و من نمیفهمیدم که به من نگاه میکنی که you، و من نمیفهمم you چیه. و من مثلا نگاه من میکنم، من اینجور میگم. در این حد من هیچی نمیدونستم. بعد تا رسیدیم به میدترم، من پایین ترین نمره کلاس شدم و آبروی برترین آدم اون کلاس شدم، و دیگه گفتیم خب نمیشه دیگه. بعد با منم دوام میکنه که من بخوام ترم اول همون اول بسم الله من فیل شم. برای همین، و بچه لوس و نونوری هم راستش نبودم که بخوام میگم ماما من نمیرم فلان، اصلا تو خونه ما همچین حرفی نبود، کتک میام شوخی میکنم، ولی اصلا این حرفمو نداشتیم که نمیخوام، نمیتونم، دوست ندارم، اصلا این حرفا نیست. باید میرفتیم، باید هم تاپ استودنت میشدیم، بهترین بودیم و اینجور چیزا. اومدم به داداشم گفتم آقا من چیکار بکنم که این کلاسو بفهمم چی میگذره و من نیفتم حداقل. حالا داداشم مسخره میگه، میگفت میخوای ترم اول بیفتی؟ گفتم بگو من چیکار بکنم. و به من شروع کرد، گفت آقا اینو بخون اینجوریه، اول معلم میاد مکالمه اینو میگه، بعد اینجوری میگه و میگه ریپیت کنید، بعد این تمرین رو انجام بده، هفته بعد هم اینجوری مثلا بگه. چون من داداشم قبلا این کلاس رو رفته بود 1-2 سال پیشش مثلا، و میدونست روند کلاس ها چجوریه. شروع کردم من به حفظ کردم، واقعا نمیفهمیدم چیه، فقط شروع میکردم حفظ کردن، از خواهرم، از داداشم میپرسیدم بخونید برام این چیه، معنیش چیه، اونا میخوندن برام، معنی میکردن، چیزام تمرینام ازشون کپی میکردم. ببین، کاری که میکردم بهش میگن fake it to make it. fake it to make it یعنی فیک کن، الکی بگو یه چیزی رو بلدی، الکی یه کاری رو انجام بده تا اون کار بشه. من خیلی بهش اعتقاد دارم، fake it to make it. حالا اگه شما معنی بهتر، تعبیر بهتر هم دارید، تو قسمت کامنت ها برام بنویس. بعد ببین، کاری که کردم این بود که حفظ میکردم، همه چی رو حفظ میکردم، و دیگه از مترم خیلی خوب یاد گرفتم و آخر ترم نمره خیلی خوب گرفتم و فکر میکنم جزء تاپ استودنت ها بودم. نفر اول نبودم، ولی جزء 3 تای برتر بودم. خیلی عجیب بود، خیلی خیلی خودم کیف کردم، و از اون به بعد دیگه شروع کردم این روال رو دیگه گرفتن، از سر گرفتن، و خیلی وقتا تاپ استودنت بودم، و بعضی وقتا اینقدر جلو میخوندم که تیچر میگفت من هنوز نوع درس ندادم، تو چجوری بلدی؟ و فقط کاری که میکردم از کلاس جلوتر بودم، حفظ میکردم و سعی میکردم که بدونم معلم چیکار میکنه و اونا رو فقط انجام بدم، تمرین کنم و حفظ بکنم. حالا ببینیم، خودم الان بعد این مدت سال میفهمم که چه کارهای مثلا خوبی بود و چرا بچه ها این کار رو انجام میدن. بچه ها اصولاً حفظ میکنن خیلی از چیزا رو، یعنی وقتی بزرگ سال میشی تو دنبال منطقی، روندی، الگویی، پترنی، ولی بچه ها اصلا دنبال همچین چیزی نیستن.
بچه ها فقط هر چی که میشنون و تکرار میکنن. بابای میگه بستنی میخوای؟ میفهمه که به این میگن بستنی، میگه بستنی، همون رو تکرار میکنه و از خودش چون قسمت منطقی نداره اون لحظه که بگی که چرا بمیگم بستنی؟ بستنی، یا بستنی. توی انگلیسی هم همینه و خیلی وقتا با تکرار و با تمرین، با کپی کردن خیلی خیلی بهتون کمک میکنه. من خودم یادم نمیاد چرا و چجوری من کلمه TH رو یاد گرفتم، چجوری تلفظ میشه، مثل three، مثل thought، مثل thumb. و فقط یادمه که حتما تکرار میکردم از معلمامو و من به خاطر همین یاد گرفتم. یا تلفظ مثلا یادم عبارت what about you. من مثلا اون موقع هنوز مدرسه زبان نخونده بودیم و معلممون میگفت what about you و من اینو یاد گرفته بودم که what about you، نمیگفتم what about you. بعد رفتیم مدرسه، معلممون که مثلا conversation رو میساخت، من میگفتم what about you. بچه ها مسخره میکردن، این چه خارجیه، چیه what about you. و بازم نمیدونم چرا اینجوری میگفتم، ولی چون معلمم اینجوری میگفت منم همجوری ریپیت میکردم. یا خیلی از گرامرها خیلی از جملات رو واقعا نمیدونم چجوری اونا رو میساختم، ولی سعی میکردم هر جوری که توی اون کتاب نوشته همون رو حفظ کنم و بگم و اونا رو سعی کنم که به کار ببرم. ببین نکته دیگه هم اینه که شعبه دو اینه که ببین فکر نکن بچه ها یاد نمیگیرن، همش بازی میکنن، درس نمیخونن. اتفاقا بچه ها به شدت قسمتی از زندگیشون هست که دارن اطلاعات جمع میکنن، با دوستاشون بازی میکنن. وقتی تو با دوستت بازی میکنی خیلی چیزا از دوستت، از خواهر برادر، از همسن سالات توی مدرسه یاد میگیریم. یعنی وقتی که داری مهاجرت میکنی، ببین نباید وقتی که مهاجرت کردی در خونت رو ببندی و هیچ جا نری و با آدم ها مهاجرت نکنی، بگی من میترسم و اینجور چیزا. من فقط یه فلشبک هم بزنم دوباره به قبل و اون اینه که پس ببین توی بچه ها کلمه به نام اعتماد به نفس وجود نداره. بچه ها اصلا با این مفاهیم آشنا نیستن. اون موقعی که من اولین بار سر کلاس بودم اصلا مفهوم اعتماد به نفس نمی‌دونستم چیه. من میرسم توی مدرسه باید گیرمم رو بکشم بیرون، همین. و اصلا نمیدونم عزت نفس، اعتماد به نفس، من 11 ساله اصلا چیزا نمی‌دونستم. این کلمات خیلی جدیده و اصلا با این چیزا بچه ها آشنا نیستن. برای همین وقتی که تو سنت میره بالا با این مفاهیم آشنا میشی، اعتماد به نفس، عزت نفس، نمیدونم یه سری کلماتی که هر روزم داره بیشتر میشه و اینا بچه‌ها بهتون کمک نمیکنه راستش و بدتر به نظرم خیلی وقتا مخربه که نمیدونم. برای همین من وقتی زبان آموز به من میگه اعتماد به نفس ندارم واقعا نمیفهمم یعنی چی، به خاطر اینکه هیچ وقت حسش نکردم. چون میگم آقا قراره که شما با یه نفر صحبت بکنی، مکالمه بکنی و حالا خوب بد هر چیزی، یه اعتماد به نفس من نفهم یعنی چی. برای همین و بچه ها این کلمات خجالت کشیدن و اعتماد به نفس نداشتن و ترس از اشتباه و اینجور چیزا ندارن و میرن تو دل داستان. دو این که دنبال منطق داستان نیستن، چرا الان این فعل اومد، چرا این الان تلفظ میشه، هرچی که گوش میکنن و مینویسن. شماره سه، با دوستاشون تعامل میکنن، خیلی میرن و میان و وقتی هم که تو به کشور دیگه مهاجرت کردی باید سعی کنی تو اونجا که میتونی تعامل داشته باشی. اگه میتونی دانشگاه بری، اگه میتونی سر کار بری، اگه میتونی بری بیرون خرید مغازه. و بچه‌ها میبینم خیلی وقتا دخترا پسرا کار نمیکنن. ببین کار کردن فقط جنبه مادی ایشالا نداشته باشه برای هر کسی، ولی خیلی وقتا باعث میشه که تو از همکارات خیلی چیزا یاد بگیری، خیلی کلماتو بفهمی، خیلی مفاهیمو بفهمی. برای همین این گروه همسالان و این تو گروه بودن خیلی بهت کمک میکنه که رشد سریعتری داشته باشی. بعد ببین بچه میاد خونه، داره باباش اخبار میبینه، کارتون میبینه، مامانش آشپزی میبینه، همه اینا رو داره تماشا میکنه. یعنی داره کلی کلمه، کلی عبارت و کلی چیز یاد میگیره. تو هم خیلی خودتو باید در
معرض اینجور چیزا قرار بدی. ولی وقتی که فارسی زبانی، همش میشینی سازی مانکن گوش میدی، پادکست فارسی گوش میدی، تلویزیون فارسی، فیلم های فارسی، و این مطمئن باشی چه وقت زبانت رو بهتر نمیکنه. خیلی راحت بهت بگم شاید برات راحت تر باشه فهمشون، 100% زبان مادری راحت تره، ولی در بلند مدت هیچ کمکی بهت نمیکنه. بعد بچه دوباره میره مدرسه، کلی تو مدرسه داره اون زبان اون کشور رو یاد میگیره. برای همین فکر نکن بچه ها هیچی یاد نمیگیرن همون تو زبان مادری میمونه، نه، بچه ها خیلی خیلی دارن یاد میگیرن و دارن خیلی زبان آموزی از طریق بازی، از طریق مدرسه، از طریق گوش کردن به رادیو، تلویزیون، با کارتون، بازی یاد میگیرن. پس ببین، سعی کن از این نکات خودت هم استفاده بکنی و سعی بکنی که خیلی به کارشون ببری، به خصوص تکرار کردن و تقلید کردن خیلی بهت کمک میکنه. یعنی اگر که تو هر کسی رو، مثلا من توی ویدیوهایی که توی یوتیوب گذاشتم از اینفلوئنسرها اینا، نگاه کن ببین چه جوری کلمات رو تلفظ میکنن، تو سعی کن همون جوری، همون شکلی که اون تلفظ میکنه تلفظ بکنی و دنبال منطقش نباشی، این چرا این شکلیه، این چرا اون شکلیه. چون ببین کلن زبان چیزی نیستش که بخواد خیلی منطق پذیر باشه، خیلی دو تا چهار تایی باشه، قاعده و قانون نداره. بعضی وقت اونجوری تلفظ میشه، بعضی وقت اونجوری تلفظ میشه. برای همین حتما سعی بکن که تکرار رو تقلید بکنی. امیدوارم این ویدیو دوست داشته باشی. برام تو کامنت ها بنویس که نظرت چیه. منتظرم برام کامنتاتو بخونم. زودی بیا.